بسم الله الرحمن الرحیم. عبد الناصر رشتی هستم، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکا بزاو بانه پاکستان. نمایشگاه با شما بهتر معلوم است که محل است بخاطر نمایش دادن کالاها و تولیدات داخلی و کشور و همچنان خدمات و به می شکل پیشکش نمودن اونمو اطلاعات در مورد تولیدات و محصولات یک کمپانی است و در اینجا معمولا بازدید کننده ها و تولید کننده ها به شکل مستقیم دارن با هم میبینن. یکی از نقاط بارزش همی خواد باشد تا که مردم به تولیدات یک فابریکه و یک شرکت میدارن آشنایی حاصل بکنن و تولید کننده با مشتری خود به شکل مستقیم دارن صحبت میکنن. خب ببینین، اصل در تجارت و بزنس بحث بسیار مهم اطلاع رسانی و آگاهی دهی است و این نمایشگاه یکی از تاثیرات مثبت شمی است که به مردم به معرفی گرفته میشه که ما داریم چی داریم تولید میکنیم و مشتری سوالایی که به ذهن خود داره است تولید کننده میپرسه و قناعتش حاصل میشه و مردم یک کشور به تولیدات داخلیش بیشتر آشنا میشه و این حیثیت روی هم رفته به یک فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی مبدل میشه. هر قدر تولید داخلی کشور مصرف شود به اون پیمانه صد تولید بلند میره و مشکل فقر و بیکاری کاهش پیدا میکنه. چیز را که تولید کننده ما در داخل افغانستان به اون مشکل مواجه بود و یا چالش ها و مشکلات که مواجه بود فساد اداری بود، خصوصا فسادی که در گمرکات قبلا وجود داشت و این سبب ازی شده بود که کالای وارداتی به شکل ارزان داخل مارکت شد و ما نتونیم در مقابل از او رقابت بکنیم. اما بعد از تحول نظام سیاسی و آمدن امارات اسلامی در افغانستان، چیزی که بیشتر سرمایه گذار تشویق به سرمایه گذاری کرد و فابریکات ما یک مقدار تانیستن که روی پای خود اشتاد شود، محو فساد در ادارات دولتی خصوصا در گمرکات بود. بعد از اصلاحات در گمرکات الحمدلله امروز تماما فابریکات ما به شکل نرمال دارن تولید میکنن و همچنان مسئولیت مالی و جانی که از طرف امارات بین داده شده خود سبب دلگرمی بیشتر تولید در داخل کشور میگردن. ببینین، عوامل فرار سرمایه قسم که در ابتدا گفتم فساد بسیار گسترده در نهادهای حکومتی بود و نبود مسئولیت جانی و مالی، ولیکن بعد از تغییر نظام خوشبختانه که هم مسئولیت مالی و هم مسئولیت جانی به سرمایه گذار مهیا شده و فساد از بین رفته و همچنان حمایت های جدی امارت اسلامی افغانستان از بخش سرمایه گذاری این سبب شده که ما هر روز شاید افتتاح یک کارخانه و یک فابریکه در افغانستان هست. اول تشکر از شما از تلویزیون وطن، دوم تشکر از بیننده ها که برای ما وقت دادین. اسمم نصیر احمد موحد است، رئیس شرکت تجارتی ایلیان فارما. ایلیان فارما یک فابریکه وطنی است که در داخل کشور به استانداردهای جهانی تولیدات خود را پیش میبرد. یعنی همه تولیدات داخلی است؟ در ټول داخلي تولیدات دي مونږه ټول پروډکټ جوړیږي په داخل کې جوړیږي او له وزارت صحت عامل خونه مونږ ته کوم پروپوزلونه راکول کیږي کوم دی میفونه دی هغه مونږ پاسو او دغه مطابق مونږ د واده جهانی سټانډرډو مطابق په خپل وطن کې تولید کوو. دوای داخلي از چی جوړ میشن؟ مواد که استفاده میکنیم؟ اتر از برادر محترم که دواها که جوړ میشه کیمیاوی، مواد کیمیاوی هسته که فعلا در افغانستان ما کمپانی فابریکای پروسس کرده مواد خام را نداریم. دیگه از خارج کشور برای ما مواد خام میاد، لکه له هندوستان، له چین، له باز نور ممالک نه چې هغه پروسس کمپانی لري خام مواد مونږ لغوی نه خریداری کوو. افغانستان ته راځي اعلی درجه مواد مونږ خریداری کوو، بیا افغانستان ته راځي. افغانستان کې ریاست فارمسی او وزارت صحت عامې نه کتل کیږي، لغوی خو بررسی کیږي چې کله پاس یغه بیا مونږ په دسترس کې قرار لري. لاغه نه ورسته په جهانی سټانډرډونو مطابق مونږ خپل دوا تولیدو او خپل وطنوالو ته وړاندې کوو. ایجاد چندین نمایشگاهی چه تاثیر روی کاروبار تولیدات داخلی داره؟ فعلا خب اینجا اگر شما ببینید، در این نمایشگاه دومین امام ابو حنیفه
په دې کې تقریبا دلته فلن درې یا څلور داخلي فابریکو اشتراک کړای دا خو دې ما په نظر باید ټول داخلي فابریکې چې تر اوسه تعداد د موږ لسلو نه بره ده د داخلي فابریکو له دوه ټولو نه موږ دا تقاضا کوو چې راسه دلته ګډون وکړي که هر قسم اکسپو یې صحیح ده چې دلته مثال نور شرکتونه یا نور توکي همسته خو دې موږ تاسو دوا باید د رسنوي له طریقو نه د اګزیبیشنو له طریقو نه خپل وطنوالو ته معرفي سي چې د دوی د اعتماد وړ وګرځي او دوی استفاده کړي نو هغه وخت به د موږ اقتصاد د دوا په سکتور کې لا هم پیاوړی سي او خلکو ته به خدمات لا هم زیات سي. از مردم چه تقاضا داریم به خاطر استفاده از تولیدات داخلی؟ از مردم ملت افغانستان تقاضای ما ای است که شما سر تولیدات خود اعتماد کنین او را مصرف کنین افتخار انشاءالله مردم ما خود به خود انشاءالله افتخار میکند. بازم کنم پیام اگر داشته باشین به خاطر استفاده از دواهای داخلی برای هموطنهای ما خوصاً خود دولت اگر استفاده کنه شفاخانهای داخلی افغانستان ما در باره دوا یک چیز در خارجی و دوطنی برای ملت خود گفتنی دارم برای دولت خود برای ملت خود که یک دوا که از خارج کشور میایه اگر شما ببینین که یک دوا که میایه در هر دوا نوشته است که از 25 سانتیگراد باید بالاتر در گرمی نگه داشته نشود نو که تاسو اوس متوجه سه د تورخم بندر وګوره د کراچۍ بندر وګوره چې د لری ملکونو مونږ ته کومې دواګانې راځي د مونږ ګمرکات وګوره چې متاسفانه تر اوسه پورې هغه سټنډرډونه مونږ په خپل مملکت کې نه لرو چې کول سټوري او سردخانی نو دوا په یو داسې درجه حرارت کې میاس دوه میاستې درې میاستې پرته یي چې درجه حرارت تر څلوېښتو پورې جګېږي خو الحمدلله مونږ په داخلي کمپنۍ کې دا ستونزه نه لرو چې له فابریکې نه جوړه سي وزارت صحت عامه سمپلګیري کوي له هغه نه وروسته مونږ ته اجازه راکول کېږي مونږ هر ولایت ته په یو خاص اټموسفیر کې په یو خاص هوا کې مونږ د هر ولایت ته انتقالوو چې د دوا په کیفیت باندې هیڅ قسم مشکل نه راځي او په خارجي فابریکو کې چې کومه دوا دلته راځي طبعاً په هغه باندې ډېرې زیاتې ګرمي نمي قسم قسم حوادث پرې راځي نو الحمدلله مونږ په داخل کې دا مشکل نه لرو او د مونږ کیفیت انشاءالله په همسایه ممالکو کې په منځنۍ آسیا کې انشاءالله بهترین پروډکټ افغانستان تولیدوي او د جهاني سټنډرډونو باندې تولیدوي. الحمدلله د مونږ فارمسي کوم چې قوانین یې جوړ کړي دي په ډېرې یوه جګه سطحه دي چې باید مونږ خپل پروډکشنونه په څه قسم وکړو.